بالاخره آپدیت بزرگ برای اندرویدیا منتشر شد. 1.5 اندروید 15. حالا اینکه قراره کی بیاد و برای چه گوشیایی بیاد الان توی آلفا تک مشخص میشه. پس تا آخرین کلیپو نگاه کنید. سلام و درود فراوان. درود و سلام فراوان های عزیز به شما بچه های خیلی باهوش و با استعداد درجه یک. آره خیلی دمتون گرم، خیلی دوستتون داریم، عاشقتون. من مجیدم. منم امیرم. اینجا آلفاتیکه. امروز اومدیم براتون که ببینیم معرفی چی؟ معرفی نمیخوایم بکنیم، کار ما نیست معرفی بکنیم. ما امروز اومدیم بگیم آقا اندروید 15 چه خبره، کی میاد، واسه چه گوشیایی میاد، واسه شما میاد یا نه، مدل گوشی تو واسه من کامنت کن بهت بگیم میاد یا نه. به همین راحتی تا ته ویدیو منتظر باش، سریع سر تهش رو براتون هم بیانیم. از این بر میره یا از این بر؟ از این بر بزن بریم. اندروید 15 جدیدترین سیستم عامل برای گوشی های اندرویده که روی 99% گوشی های اندرویدی اندروید سوار خیلی معلومه که خب لیستش و بتاش کی اومده، کی نمیاد، چی جوریه فلان بیسه. آقا اصلا بتا برای چیه؟ خیلی هاشین اصلا توی آی او اس، توی مثلا اندروید و اینا بتا و فلان اینا اصلا چیه، یعنی چی؟ اول از اون بخوام یه تاریخچه‌ای بخوام براتون بگم که آقا کی اومده، کی قراره بیاد و اینا. ما اینجا یه پیشنمایش داریم برای نسخه توسعه دهندگان که میگم توضیحش رو کامل براتون میگیم که تاریخ 16 فوریه اومده و رونمایی هم که کرده فوریه و اینا بوده و ما اینجا شاهد نسخه های بتا هستیم. نسخه های بتایی که نسخه بتای 2.2 توی 3 سپتامبر 2024 اومده و بتای 1 اکتبر 2024 اومده که البته برای گوشی های پیکسل عرضه شده که دیگه خود شرکت گوگل میندازه. حالا میخوایم آقا به این پاسخ بدیم که آقا اصلا بتا چیه، نسخه نمیدونم پیشنمایش توسعه دهندگان و نمیدونم اینجور چیزا چیه. یه توضیح من بخوام براتون بگم، هر چیزی، هر کسی، هر شرکتی یه چیزی که خواست وارد بکنه توی بازار خب و همگانی باشه اول کار میاد یه آزمایشی انجام میده و اینو به صورت یه حالت خام و اینجور چیزا میفرسته که همه استفاده بکنن و باگهاش در بیاد. یعنی چی دقیقش؟ یعنی آقا این اندروید 15 رو برای گوشی ها فرستاده اومده و اونایی که برنامه نویسن و اونایی که کارشون کلن برنامه و برنامه نویس و توسعه دهندگانی که بله بله گفتیم براتون، آره پس اونا بفهمن آقا باگ این چیه، خرابی این کجاست، نمیدونم این نسخه‌ای که الان هست روی این گوشی مشکل داره یا نه، روی همه گوشی‌ها این مشکل رو داره. حالا یه سری‌ها خب کلاً استخدام شدن برای همچین چیزی، یه سری‌ها هم که دیگه بریم جلوتر میاد نسخه بتا میشه. نسخه بتا دیگه برای همه میاد. بله. و این نسخه بتا وقتی برای همه میاد اون رفع اون مشکلات یا مثلا اون بهینه‌سازی‌ها رو انجام دادن و بعد میان اجرایی می‌کنن برای گوشی‌های دیگه و وقتی مردم استفاده می‌کنن خودش خودکار این تیکت میره برای خود شرکت که آقا این مشکل رو داره یا نه، این اوکی بوده، این مثلا باتریش داغ کرده یا مثلا این مشکل رو نیاز، این گوشی سوخته. بله. و اینا میاد و انجام میشه. در کل بخوام براتون بگم آزمایش انجام میشه، کمک میکنه به بهتر و بهینه سازی تر شدنش و اینکه آقا ما امکاناتش رو ببینیم استفاده بکنیم که دیگه نسخه رسمیش برای همه گوشی ها عرضه بشه. این وسط یه نکته آلفاتیکی میمونه، آیا ما آقا الان گوشیمون حالا یا آیفونمون یا اندرویدمون اومده بتا اومده آپدیت بکنیم؟ نه چون کار ما نیست. دقیقاً. اول از اون کار ما نیست، دوم از اون یهو میبینی گوشیت باگ میخوره، یهو میبینی باتری داغ میکنه، آیفونی سلامت باتری داره میاد پایین و این مشکلاتی که آره دیگه تمام میشه. و اینا رو باید حالا کسایی که دور اطرافیان خودشون هن، نزدیکان خودشون هن، اینا رو باید تست بکنن. درسته بتا رو در دسترس عموم قرار میدن، اما پیشنهاد و چیزی که آلفا تک بهتون میگه اینه که انجام ندید تا نسخه رسمیش بیاد که بتونید با خیال راحت گوشیتون رو آپدیت بکنید. بتا کلا واسه پیشنمایشه، اون نسخه‌ای که نهایی میاد و بشینیم آلفا. پس آلفا تک رو سابسکرایب کنید. ای اصلا حالا موضوعی که هست اینه که بچه‌ها خیلی گوشی‌های مختلفی دارن. بله. یه سری ها سامسونگ مدل‌های مختلف، یه سری ها شیائومی ها. چی فکر کردی؟ اون به خاطر اینکه ویدیو طولانی نشه، اون مدل‌هایی که خیلی مثلا در دسترس عموم رو واسهتون میگیم که واسه چه گوشی‌هایی میاد، مدل‌های دقیق رو من توی لیست بلند بالا می‌ذاریم داخل دیسکریپشن، اونجا میتونید
ببینید و یا اینکه واسه همون مدل گوشیتون رو کامنت بکنید بهتون بگیم که واسه گوشیتون میاد یا نه. و نکته گراجه به اندروید 15 جاموند اینه که حالا بتا و اینایی که سر پیکسل 9 هست هیچ، اولین گوشی که نسخه رسمی اندروید 15 روش میاد چیه؟ توی سامسونگا S25 اولترا 7 هم ساپورت میکنه. دمش گرم. آره دیگه دمشون گرم دیگه، ولی خب دیگه پیش فرض میشه. خب بریم سراغ گوشی های سامسونگ. آره. که سری A، سری A گوشی A5S، A6، A14، 14 5G، A15، 15 5G، 16، 23، 24، 25، 33، 34، A35، A53، 54، 55، A72 و A73. احتمالاً A4S هم براش این توی سری A 15 بیاد. سری M، M14 و F14 و M34، M54 و F54 هم که هست. خوب میگم اینا یه توضیح، اگر خواستید ویدئوی مخصوصشو براتون میسازیم چون توی بازارم خیلی زیاد شده، مخصوصا سری Mش مغازه دارا میگن خب یه Mو بخر باتریش چون ارزون تره ولی اینجوریه اونجوریه فلانه. اگه خواستین ویدئوشو براتون میسازیم فقط کافیه برامون کامنت بکنید. سری S، S21، S21 پلاس، S21 FAE، S21 اولترا، S22، S22 پلاس اولترا، S23، S23 FAE، S23 پلاس، S23 اولترا. اینا تو بگو. S24 پلاس و S24 اولترا و S24 FAE. سری زد، زد فیلیپ 3 4 5 6 و زد فولد 3 و 4 5 6. دیگه از تیری به بعد دیگه همشون ساپورت کنن. برای تبلت ها، تبلت آنو، آنو پلاس، S8، S8 پلاس، S8 اولترا، S9، 9 پلاس، 9 اولترا و S9 FAE و FAE پلاس هم برای تبلت هایی هست که سامسونگ و دیگه کلن وضعیه سامسونگ و اندروید 15 رو جمع کردیم. خب حالا شیائومی بازا چی؟ بله. شیائومی بازا کدوم ها واسه شما اندروید 15 میاد؟ به ترتیب بله. واسه تون میخونم. بله. شیائومی 12 پرچم داره. بله. شیائومی 12 لایت پرو، شیائومی 12 پرو، لایت پرو چی؟ 12 لایت. و سری تی هم از 12 به بالا واسش میاد. این میکس فولد و میکس فیلیپ که اصلا تو ایران فکر نکنم کسی داشته باشه، ولی اگه شما جزو اون 5 درصدی ها هستی واسط میاد. شیائومی 13 لایت، شیائومی 14 و 14 پرو که پرچم دارای پارسال هم قاعدتا واسهشون میاد. 14 تی و 14 تی پرو هم که امسال معرفی شدن باید واسهشون بیاد. و عرضم به حضورتون از تبلت ها هم شیائومی پد 6، پد 6 پرو، پد 6 مکس 14 اینچی و پد 6 اس پرو 12 و 14 اینچی. نسل 13 هم که کلا واسهش میاد. بریم سراغ سری های پوکو. از افاد دوتا F5 پرو واسهشون میاد، M6 پرو واسه شون میاد و X ها هم که X5 و X6 و X6 پرو و عرضم به حضورتون M6 پرو و باز نسل 6 F و M واسه شون میاد. کلن از نسل 5 به بالا و پرچمدارها و نسل های 12 به بالا، یعنی نوتا و همه اینا واسه شون میاد. نخواهیم زیاد چیز بکنیم. سری های خاصش هم مثل کاها، K70 پرو و K70 پرو و K70 معمولی و K70 اولترایی که مال پارسال و K60 که مال دو سال پیشه هنوز آپدیت میگیره. ردمی 14 سی و آتیری پرو و اینا هم که امسال معرفی شدن. و تو این لیست من دارم یه چیز غم انگیز میبینم عرضم به حضورتون در رابطه با آنر. بله. که شانسیه، معلوم نیست چی بشه، بعد ببینیم میشه نمیشه. اندرویدت هم آپدیت بشه، گوگل پلی تو میخوای چیکار کنی؟ اونم باز اگر شمای که آلفاتی که هستی بخوای حتما براتون ویدیو میسازیم که آقا شمای که هواوی داری، آنر داری، آقا مشکل گوگل پلی داری، ویدیوشو براتون میسازیم. کاری نداره که کامنت بکن، امیدوارم لایکش بکن. دمتون گرم. یه سری گوشی‌های دیگه هستن که برندهای دیگه، واقعا متاسفم که سونی داره متفرقه حساب میشه، اما خب دیگه شده دیگه. سونی و ریلمی و اوپو و این گوشی ها هستن، وان پلاس، ناتینگ و اینا. ناتینگ که ناتینگ فون 1 و 2 میاد، اینو باید بگیم. پیکسل هم که دیگه پیکسل هم از 6 به بالا میاد و سری 5 شاید بیاد واسش. و نوکیا و اینا میمونه که اگر این گوشی ها رو داری که برند هایی هستن که غیر عرف بازارن، مدلشو دقیق واسمون تو کامنت ها بنویس تا بهت بگیم واسط میاد یا نمیاد. اینو نگاه، موتورولا ها، موتورولای اج 2022
اج 30 اولترا، اج 40، اج 40 نئو و پرو و باخیش هم دیگه تو کامنت ها. واقعا حیف این گوشی ها که اینجا اینقدر بهشون بها داده نمیشه و خدماتی راجبشون نیست و کاریش هم نمیشه کرد دیگه، بازار اینجاست و ما دست و دخیلی نداریم توش. اینم بود از این که آقا کلا اندروید چیه، چه نسخه هایی داره و چرا میاد. آره دیگه اول گفتی اندروید رو گوشی های اندروید. و اینکه آره ما خیلی دوستتون داریم، یادتون نره حتما کامنت بذارید واسمون که انرژی داشته باشیم بیایم ویدیوها با کیفیت و با مطابق قلنده رو ازتون بگیریم. خیلی دوستتون داریم بچه ها، مراقب خودتون خیلی زیاد باشید، چون هم افرادی هستن که شما رو دوست دارن، هم ما خیلی شما رو دوست داریم، نیازمند تک تک حمایت شما هستیم. قلب زرد و مشکی یادتون نره توی کامنت ها. عاشقتونیم، خدا نگهدار. تا دیداری دیگر، تا دیداری بیدرود، خداحافظ بچه ها. جبه برم نه بابا چرا گوشی های اندروید 99% اندروید دارن، خیلی جالبه.